من میخوام الان یک تکنیک بهت یاد بدم در جداسازی. در کامپوزیتی که دارم یک فایل میارم مثلا از یکی از کارهای بسیار مهم روزگار در سطح انیشتن و گالیله ادیسون من ویدیویی دارم و اونم وقتی که یک خانوم بندازیم توی کامپوزیت وقتی یک خانوم داره با تلفن حرف میزنه و نحوه ایستادن نشون میده که اصلا متوجه نیست که شما دارید بهش نگاه میکنید. این در سطح کارهای انیشتنه. خب من میخوام راجع به این پدیده توضیح بدم، نه در مورد خانوم ها. ببینید اولا وقتی میخوایم دورگیری کنیم از یک عنصری در ویدیو، دقت کردید؟ دورگیری از یک عنصری در ویدیو چه حسنی داره؟ خب اون عنصر رو میتونیم از تو ویدیو جدا کنیم، پشتش رو حذف کنیم، یعنی هر جایی که وایساده، هر جایی که هست، و بعد ببریمش در یک ویدیو دیگه استفاده کنیم. یک شکلی از کروماکیه، ولی در اصل شما داریم ماسک انجام میدید، داری یه چیزی رو جدا میکنی از یه صحنه در صحنه دیگه استفاده کنی. مثلا من این خانم رو میتونم اینجا وردارم ببرم بذارم توی ویدیو دیگه، منتها در ماسک معمولی که خب حالا مثلا من تو خیابون دارم راه میرم و یه پرنده‌ای داره تو جنگل راه میره، شما میگی من یا پرنده رو ماسک کنی و برداری، به هر حال داری کار دستی انجام میدی، کار اتوماتیکی نیست. یعنی اون جایی که مثلا لباس من همرنگ یه چیزی تو خیابون میشه یا پرنده‌ای که تو جنگل داره میره، یه جاهای رنگ مثلا چیزای مختلف ممکنه همرنگ منقارش یا بالش بشه، این جداسازی ها اذیت میکنه. اما در کار حرفه‌ای اینطور عمل نمیکنن. یعنی اون جایی که دیگه نمیشه پرده سبز داشت، حداقل یه جوری فیلم برداری میکنن که کاراکتر در یک رنگهای بسیار متفاوت و های کنتراست بیفته تا بشه بعدن جداش. مثل اینجا به هر حال برای جدا کردن این خانوم الان کار راحته، چون این رنگ بک‌گراند در هیچ قسمت از لباسش نیست. مگه چشماش؟ خب من این قسمت که تمام بدنشون رو میبینم نمیخوام، من تا اینجا میخوام. پس اینجا رو آلت میگیرم، براکت میزنم و میره اندازه ورک ایریام رو شیفت رو میگیرم میرم اینجا سنپ میکنم و من اینقدر میخوام خارج کنم. این رو هم میرم اینجا. خب اوکی بریم هوم. هومو زدم، قلتک زمان اومد اول. کاری که میکنم اینه، روی دبل کلیک میکنم تا لایرش باز شه. لایرش که باز شد به صورت مستقل، اینجا دوتا ابزار دارم، یکیش روتو براشه، یکی ریفاین ایجه. اول با روتو کار میکنم و اگر کنترل نگه دارم و کلیک چپ موس رو فشار بدم، سرقلم کوچیک و بزرگ میشه. یک، خب یه دونه شکل اینجا میکشم، همین خودش تشخیص میده و دورگیری میکنه. کیف کردی؟ حالا سرقلم رو کوچیک میکنم که یه موقعی از دستش بیرون نزنه تا اینجا میام. ببین انقدر دیگرم تونست دورگیری کنه بگیر. برای سرشم همینقدر کافیه، ولی دیدی اینجا خطا کرد. اینجا رو میگم، اینجا رو یک کلیک میکنم، کلیک کلیک، درست. حالا باید اصلاح کنم. ببین اگر زوم بکن، ای بابا ما رو به چه گناهانی میندازن آبا، زوم کردیم کجا رفتیم؟ من دیگه تدریس نمیکنم آقا جان، ما نمیتوانیم در هر بار زوم برویم به سمتش.
خب ببین اینجا رو باید درست کنی، یه دونه خط اینجا رسم کنی خودش درست میشه. ای آقا جان ما نمیتوانیم، ما اینجا رو نگاه نمیکنم به تصویر رنج شود. حالا اینجا چجوری درست کنی؟ اینجا از نواحی بی مشکل. اوه اینجا رو باید درست کنی یقشو. خب اینم هست، اینجا رو باید آلت رو بگیرید کلیک کنید. آلت که میگیرید منفی میشه، نگاه مثبت میشه منفی. با کنترل هم کوچیک میکنیم، یه دونه میزنیم اینجا دیگه. حالا این انگشتا و اینا بماند. خب موشم این یه تیکه رو هنوز میشه درست کرد، ولی دیگه این ریز ریزا با این ابزار نمیشه. میریم اینجا، اینجا رو باید منفی کنیم. ای بابا اینجا رو منفی کردم، اینجا مشکل پیدا کرد. خب آها درست شد. خیلی خوب، من اینجا اگر شیفت بک اسلش رو بزنم، مثل اینه که بیام فیتینگ کنم. به مثلا زوم کردی شیفت بک اسلش بزنی این درست میشه. خب این از این. حالا مسئله بعد این موهای ریزشه، اونا رو هم میخواییم بگیریم. ای بابا من نگاه نمی کنم. اصلا میدانید ما را دیگر فضای تدریس امن نیست. ای میره زوم میکنه رو، نمیتوانم دست بدم. ببینید حالا ابزار دوم ریفاین ایجه، اینو بر میداریم. ریفاین ایج این همونه، یعنی سرقلمش با کنترل کوچیک بزرگ میشه، با آلت منفی میشه. اما میای رو جاهایی که میخواید، مثلا این مجر میبینی اوف مجرش کش اومده اوف. ببین اینجا رو نرید از تو، نرید خیلی بیرون، همینجا روی خط یه اینجوری بکنید، این شکلی میشه. یا اینجا رو این مجهه با منو کشته استاد، مجه دیوونهشون کرده. خب این سر مواجهه هر جا مو یه ذره اینجوری لخ لخ شده، استاد دیگه نمیتونن تدریس کنن، استاد رو بیاین جمعش کنن. خب ببین اینجا هم که اینجوری میگیری دیگه جایی نیست. ای بابا ما هی باید روی چه تصاویری کار کنیم، اصلا ما را امنیت نیست. اینجا میذاره مو داره ولی دیگه خیلی اوکی. من دیگه الان اینو دارم درسته؟ خب همزمان که شما داشتید این کار رو میکردید، اون تا چند فریم بعد رو پروسس کرده. حالا برای این که بهش بگیم این پروسس رو تعمیم بده، فریز رو میزنیم. یه چند لحظه طول میکشه اما این راه میفته و میره جلو تا اینجا و این چیزایی که شما الان ریفاین کردید و در واقع انتخاب کردید رو تعمیم میده به این ناحیه با فریز. تموم شد دیگه، فهمید، یعنی تونست پروسس کنه ادامه بده که هر تکونی که این خانم خورده این ناحیه انتخابم همراهش بره. حالا اگر اینو ببری جلوتر، مثلا بذاری اینجا، اگر این دکمه روشن باشه این شروع میکنه به پروسس و کار ادامه میده، اما اگر روشن نباشه خب نمیکنه این کارو. باید حتما بزنی تا پروسس کنی. دائم روشن نگه داشتنش هم کند میکنه افتر رو و گیر میده. اینجا هم یه تذکری به من داده راجع به اینکه کامپوزیت من باید 25 فریم در ثانیه باشه، بخاطر اینکه مثل ویدیوی من اینجوری. حالا مهمه. خب اما برای اینکه موقع کار برای این
همیشه اینقدر کار تمیز در نمیاد. شما اینجا سه تا گزینه داری. ببین با این میتونی بفهمی که وضعیت انتخاب چیه. نگاه کن این موهای ریسک استاد و دیگه شل گرده با این سر موجه اینا همه با این ماسک انتخاب میشه. یعنی ببخشید اینا هم نگاه کن دقیقا استاد با موجه مشکل داره. اینه که میزنی میتونی بفهمی که انتخاب چه شکلی شده. در واقع این فقط کمک برای فهم شماست که بعدا اگه ماسک خواستی چی میشه. این یکی میتونه بهت بدون بک‌گراند نشون بده و RGB آلفات در واقع، یعنی هم آلفاست که پشت ندارم RGBه کرکترتو کامل میتونی ببینی چی میشه بعدن. خب اگه بخوای بهتر از اینم ببینی میتونی اینجا چطور تو کامپوزیت دوتا دارم، میتونی اینجا مثلا یه بک‌گراند بیاری مثلا این رنگ بندازی پشت. مثلا نفهم چرا اینجا من که بعداً توی کامپوزیت اگر آلفا خواستی ببینی چه شکلی میشه این شکلی میشه. قشنگ میبینی که پشتشو تونستی. حالا میتونی تو منظره بذاری، توی فوتیج خفن بذاری، مثلا هر چیزی. حالا من رنگ سالید گذاشتم. برگردیم به لایه. پس این یکی بدون بک‌گراند نشون میده. این یکی به صورت یه مثل ماسک فتوشاپ که رنگ قرمز در نظر میگیره ناحیه‌های انتخاب شده خودش، ناحیه غیر انتخاب قرمز، که البته اینجا میتونی این سیستمش رو عوض کنی، چون خوبی این اینه که اگر جای مشکل داره مثلا از رو دارم مشکل دارش بکن، مشکل آخه نداره. مثلا یه جایی اگر جا مونده باشه با این اونجا رو میبینی، در این حال چون اپاسیتیش کمه خود این لایر هم میبینی. این هم از این رنگش هم حتی قابل تحویز در صورتی مثل ماسک فتوشاپ آشنایی داشته باشی راه. در صورت فریز این ستا برای کنترل و شیفت بک سلش برای داستان زومش، خود ابزاراش که دوتاست، روتو داره و ریفاینش که برای لبه هاست، برای موی سر جایی که خیلی نازکه و دل استادو میبره. اوکی، حالا من یه سالید گذاشتم توی هم تا هر چیزی بذارم ایزو بدید یه ویدیوی دیگه بیارم، مثلا یه بک بلا 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 بلا, بلا, بلا. این بکم خیلی باید داستان باشه. ببین حالا هر ویدیویی میتونه پشتش بشه، منتها ما یه کاربرد دیگه داریم از این که الان میخوام بهتون بگم. اگر من اینو بدونم حذف شده دیگه آلفای، اگه من اینو بفرستم ازش خروجی بگیرم، یعنی به همین شکلی که میبینید تقریبا هم خوبه، اگه من از این خروجی بگیرم چی به من میده؟ بفرستمش تو رندر. اینجا در لوزلس من میذارمش روی RGB آلفا و به ستینگش هم فول ریدانلی یه ذره ممکنه طول بکشه ولی ارزش داره. پس من از این میخوام یه خروجی RGB آلفا بگیرم.
محل رندر رو دسکتاپ میذارم، سریع انجام بشه. سلام. چون ما همش رو فریز نکردیم فکر کنم یه بخشایش انجام نشده که حالا مهم نیست. اوکی، من اینجا اینو اگر پلی کنم برای شما، شما میبینید که من یه ویدیو دارم با بک مشکی، ولی اگر توی افتر واردش کنم شما میبینید که واو، این بک نداره و میتونه جلوی هر چیزی بری بیسته. در واقع یه جور کروماکیه که شما با دست میسازید به صورت دیجیتال، نمی پرده سبز تهیه کنید و اینجور چیزا. ببینید اولش که ما فریز کردیم بک نداره. ای بابا، این از کیم پلیر داره بدم میاد. یعنی وقتی که یک کشورهایی زندگی کنی که فیلتر میلتر نیست، شروع میکنه به وصل شدن به سایتش و ای تبلیغات میاره و کند میکنه نرمست. هزار صد رحمت به این میدیا پلیر پاکستانی خود ویندوز. نگاه کنید بکش مشکی. حالا من اینو میارمش توی After Effects. تصور کنید که اصلا من یک کامپوزیت دیگه درست میکنم و اینو میارم اینجا. حالا من اینو دارم، پشتش خالیه دوستان، یعنی شما هر چیزی که دوست داشتید از رنگ ثابت تا هر چی شما میتونی تو پشتش بگذاری. ببین ضمن این که خودش هم میتونی حرکت بدی، بالاخره این برمور بذاری. پس این شد روش جدا کردن جگر با ابزارهای براش و البته تو قسمت لایه باید بدید با ابزارهای ببخشید اینجا میگم براش، با ابزارهای روتو براش و ریفاین. این کانال آلفا آر جی بی بود. حالا من اگه بیام اینجا برم تو کامپوزیت یک، خب حالا من از این میخوام کانال آلفای خالی بگیرم، اکسپورت میفرستمش تو رندر. این بار تو رندر به جای RGB میذارم آلفا. چی به من میده؟ نگاه کن، باز دسکتاپ رندر. آلفا یعنی فقط سفید و سیاه ماسکه و شما میتونی بعد توش خیلی کار جالب بکنی. مثلا میتونی بیای تصویر منو بندازی تصویر خوده بعد جفتشو بندازی توی ماسک، بهش میگن کالر میت. خب من دوباره چیزی که الان ساختم رو بیارم
یعنی میمیره بعضی موقع افترها. باز کنیم جیجو، چراغ غار روشن است. خب ببین، این کانال آلفای خالیه، یه آر جی بی نیست، و اگر پلی کنی میبینی که میشه تکون میخوره. دیدی؟ البته کمه به خاطر اینکه من اصلا اینو سوژه هم قشنگ تکون میخوره. کانال آلفا بهش میگم و میبینی موها رو همه رو داره، همه چی داره. این بعدا شما میتونی از این استفاده کنی، مثلا اینو بندازی توی منظره داخل سفیده اجرا بشه، همچین چیزی دیدیم بهش میگن کالر میت. به هر حال اینم مجموعه از ابزارهای روتو. تمام، ماچ ماچ.